الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وعظم في أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در اثبات معاد بود، ادله ای رو تقدیم کردیم. الثالث ان حشر الاجسام ممکنون و صادق و اخبر به وقوعی فیکون حقا. سوم این که زنده کردن و محشور کردن اجسام و ابدان و انسانها امری است که ذاتا ممکنه، استحاله نداره. مثلا فرض کنید یه نفر به شما میگه توی اتاق دو تا دوتایی سیب داریم که میشه 6 تا. خب شما نمیرید نگاه کنید دیگه، میگه دو دوتا 6 تا امری که ذاتاً محاله، من وقتم هم نمیگیرم، نگاه هم نمی کنم. بگه توی اتاق من یه مثلثی درست کردم که 5 ضلع داره، مربع دایره، شما نمیری، میگه آقا مثلث 3 ضلع داره، نمیشه 4 ضلع داشته باشه، حرفت محاله، من نمیرم اصلا تحقیق کنم. ولی یه وقت میگه که من توی اتاق یه دونه سیب گذاشتم. خب این امریه که ذاتاً محال نیست، و اگر شخص صادقی یا معصومی یا صاحب معجزه‌ای بگه در داخل اتاق سیب هست، این دیگه قطعاً موجوده. شما تحقیق هم نکنی و نری ببینی، از باب معجزه و صدق و عصمت اون طرف بهش یقین پیدا میکنی. حالا این که روز قیامت انسانها مکلفین زنده میشوند، محشور میشوند، جزا و عقاب و پاداش دارند، این امریه که ذاتاً محال نیست، اجتماع نقیضه نیست. از اون طرف خدا و پیامبر هم فرموده اند و صاحب معجزه هستند و خلاف حکمت و عقل چیزی نمیگن و معجزه هم دلیل بر صدقشه، پس این امر حتماً واقع میشه. حشر اجسام ممکنه و صادق هم به اون خبر داده، پس واقع خواهد شد و حق خواهد بود. اما امکانو کسی بگه خب به چه دلیل میگه حشر اجسام ممکنه؟ فلان اجزاء المیت قابلت للجمع. خدایی که بدون اینکه عالمی باشه این عالم به این عظمت و این انسان‌ها رو خلق کرده، خب بر جمع کردن و زنده کردن چیه؟ کاملا قادره دیگه. امکانش به خاطر اینه که اجزاء میت قابل جمعه و افاضه حیات بر اونها هم میشه. خدایی که یک بار حیات داده 10 بار دیگه میتونه حیات بده. و الا لمت تصف بها من قبل. و اگر قرار بود که این شکل انسان و اجتماع این اجزاء و داشتن روح ذاتا محال باشه، خب از همون اول محال بود. مانند مثلثی که مربع باشه، از همون اول محاله دیگه، نمیشه که قبلا محال بوده بعدا ممکن شده یا برعکس. والله تعالی عالم به اجزاء کل شخص لما تقدم. و خدای تبارک و تعالی هم عالم است به اجزاء هر انسانی به خاطر ادله‌ای که گفتیم، من انه عالم به کل المعلومات، به کل شیء. قبلا گفتیم خدای تبارک و تعالی عالم به همه چیزه. و قادر علی جمیعها، و خدا قادر بر جمع کردن همه اینها هست، چون قادر علی کل شیء. لأن ذلك ممکن و الله تعالی قادر على كل الممکنات، چون اینها امور ممکنی هستند و خدای تبارک و تعالی هم قادر بر همه ممکنات. فثبت ان احیاء الاجسام ممکن. اینجا ثابت شد که زنده شدن اجسام ذاتا محال نیست و امری ممکنه. و اما ان صادق اخبر به وقوع ذلك، اما مطلب دوم این که صادقی خبر داده است به وقوع امر معاد. فلانه ثبت بالتواتر، به خاطر این که به طور متواتر اثبات شده، ان النبی صلی الله علیه و آله کان یثبت المعاد البدنی، اثبات میکرد که انسان
همین انسان زنده میشه و در معاد برخواهد گشت با اجزای بدن و پوست و گوشت و استخوانش. و یقول بهی، و این مطلب میفرمودن، فیکون حقا و هو المطلوب، پس این حق است و مطلوب ما همین بود. الرابع دلالت القرآن على ثبوته، دلیل چهارم برای اثبات معاد دلالت قرآن است بر ثبوت معاد. ولی انکار على جاحدی، و هر کس را که انکار معاد کرده قرآن برش انکار کرده. فیکون حقا، برابر این معاد حق و باطل نیست. اما الاول، اما اینکه قرآن بارها این مطلب رو گفته، فل آیات و دالت و علی کثیرتون، آیاتی که دال بر معادست بسیار فراوانه، مانند قول خدای تعالی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مانند این که فرمود شخصی آمد و مثالی زد برای ما و یادش رفته بود که خدا اینو خلقش کرده. قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت کیه که این استخوان‌های پوسیده را و پودر شده را زنده کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اون کسی که اول بار اینو زنده کرد، خب زنده میکنه. اون کسی که اول بار این رو ایجاد کرد و خلق کرد، حالا میخواد زنده کنه، چرا نتونه؟ و هو بکل خلق علیم، خدا به هر خلقی عالم و داناست. و غیر ذلک من الآیات، از این آیات ما بسیار زیاد داریم. قال و کل من له عوض او علیه عوض یجب بعثه عقلا و غیره یجب اعادته سمعا. می فرمایند مضافاً بر اینکه هر کس که یک عوضی طلبگاره، دنیا زحمتی کشیده مزدش نرسیده، او علیه عوض، یا به کسی ظلم کرده، الان باید چی بیاد پاسخگو باشه، اینها عقلا باید چه مبعوث بشن. و غیره یجب و اعادت و سمعن. ولی اگر یک کسی باشه که نه از خدا چیزی طلبگاره و نه چیزی بدهکاره، خب این ادله سمعی میگه که همه باید در قیامت زنده بشن، چه اونهای اول چه این گروه دوم. ولی اینکه گروه دوم ما اصلا نداریم چون این کسی، یعنی چی همچه شخصی باشه. حالا برفرض که باشه، جوابش اینه. اقول الذي يجب اعادته على قسمين، میفرمان اون کسی که واجب است که زنده بشه و در معاد بیاد پاسخگو باشه و جزا و پاداش بگیره، دو قسمن. احد و ما يجب اعادته عقلا و سمعا، یکی اون کسانی که عقلا و سمعا واجبه که زنده بشن و در معاد بیان. و هو كل من له حق من ثواب او عوض ليصل حقه الی، و اون هر کسی است که حقی داشته باشه، چه ثوابی طلبگار باشه یا عوضی طلبگار باشه، میخواد به حقش برسه. و کل من علیه حق، یا کسی که حقی برگردن او بار شده، من عقاب او عوض لاخذ الحق من، یا عقاب باید بشه یا اینکه یه عوضی به کسی باید بده که حق احقاق بشه. اینا که عقلا و نقلا باید زنده بشن و محشور بشن. و ثانیه ما من لیس له حق ولا علیه حق، گروه دوم کسانی هستند که نه حق طلبگار نه بدهکارند. من باقی الاشخاص، من باقی الاشخاص الانسان، بله من باقی الاشخاص انسانیتا کانت او غیرها من الحیوانات الانسیه والوحشیه و ذلك یجب اعادته سمعا لدلاله القران والاخبار المتواتره علی. بقیه اشخاص چه انسان باشن چه غیر انسان، از حیوانات و چه حیوانات باز اهلی باشند چه حیوانات وحشی باشند، اینها همچنین واجب است که در معاد زنده بشن. چرا؟ چون قرآن فرموده و دلالت اخبار متواتره هم برش هست. و اذا الوحوش و حشرت و امثال اینا. قال و یجب الاقرار بكل ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله فمن ذلك الصراط. خب بعد از این که اثبات خدا و عدل و نبوت و امامت و معاد کردیم، حالا باید بگیم که انسان یک عقیده کلی باید داشته باشه تا داخل در ایمان بشه، بگه هر چی که پیامبر فرموده من بهش معتقدم، همه را قبول دارم. و اگر کوچکترین مسئله از دین و پیامبر را بدونه و انکار کنه میشه کافر. ولی چیزایی که ندونه، جاهل باشه، خب چون جاهله یا اشتباه فهمیده، اونا رو دیگه معذوره.
حالا ایشون میفهمن و یجب الاقرار، واجب است اقرار به کل آنچه که جاء به النبی صلی الله علیه و آله که پیامبر آوردن. فمن ذلک الصراط، یکی خود صراطه که در قیامت ما صراط داریم و مردم باید از صراط بگذرن، ولی میزان و محاسبه اعمال داریم، باید این چیه اونجا باشه. و انطاق الجوارح، و اونجا کسانی که میخوان حرف زیادی بزنن دهنهاشون بسته میشه و دست و پاشون خودش شهادت میده که ما چه گناهانی انجام دادیم. و تطایر الکتب، و کتابها داده میشه، یعنی نامه های اعمال همیشه پرانده میشه و به دست مردم میرسه. چرا؟ لامکانه ها، چون همه اینا اموری هستن که ممکن الوجودن. وقد اخبر صادق بها فیجب الاعتراف بها، و صادق هم به اینا اعتراف، وقد اخبر صادق بها، و صادق به اینا اخبار کرده که معجزه داشته، پس واجب است اعتراف به همه اینها. او بعد التکلیف، خب اینجا رو گفتیم چی؟ گفتیم که مرحوم شارح توضیح میدهند، میفرمایند اقول لما ثبت نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و عصمته، بعد از این که ثابت شد نبوت پیامبر ما و عصمتش، ثبت انه صادق فی کل ما اخبر به وقوعه، ثابت شد که ایشان صادقن در هر خبری که بیان فرمودن که واقع میشه، سواء اون کان سابقا علی زمانی، چه چیزهایی قبل از ایشان بوده از داستان انبیا و غیر آن، که اخباری عن الانبیاء السالفین، که خبرهایی که دادن که عیسی چه بود، موسی چه بود، نمیده سلیمان چه بود، داوود چه بود، آدم چه بود، و داستانهاشون رو گفتن، و اممهم و القرون الماضیه و غیرها، و امتهاشون چسان بودن و زمانهای گذشته چه گذشته. او فی زمانه، یا در زمان خودشون، که اخباری به وجوب الواجبات و تحریم المحرمات، در زمان خودشون فرمودن اینها واجبه اونها حرامه، خب باید همه رو انسان تصدیق کنه دیگه، بخواد کسی بگه من بعضیشو قبول میکنم بعضیشو قبول نمیکنم میشه کافر. که اخباری به وجوب الواجبات و تحریم المحرمات، و ندب المندوبات و بیان مستحبات، و نص علی الائمه و غیر ذلک، و نصوصی که بر امامان داشتن و غیر ذلک من الاخبار، او بعد زمانی، یا چیزهای دیگه که در اون زمان گفتن، و مسائلی که بعد از ایشون اتفاق میفته، مثل معاد و مثل غیبت امام زمان و اینها، که همه رو پیامبر فرمودن. لذا اعتقادی به همه اینها چیه؟ واجب و لازمه. فاما فی دار تکلیف فکقوله، فاما فی دار تکلیف کقوله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام ستقاتل بعد الناکثین والقاسطین والمارقین. اما در همین دار تکلیف که مال قیامت هم نیست، مانند فرمایش پیامبر که به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن تو به زودی جنگ و جهاد و مقاتل خواهی کرد بعد از من با ناکثین، کسانی که پیمان شکنن، معاویه و اصحابش، و القاسطین و المارقین. ناکثین اصحاب جمل، قاسطین اصحاب معاویه، و جنگ صفین، و المارقین هم جنگ با خوارج و جنگ نهروان. خب اینا رو پیامبر فرمود و همش هم اتفاق افتاد. در همون زمان که هنوز اتفاق نیفتاده بود، بر مؤمنین واجب بود که به اینا اعتقاد پیدا کنند، چون پیامبر میفرماید به راجع به اخبار غیبی آینده. او بعد التکلیف، یا چیزهای خبرهایی که پیامبر بعد از تکلیف میفرماید، که احوال الموت، مانند احوال مرگ و ما بعده و بعد از مرگ چه اتفاق میفته. فمن ذالک عذاب القبر و الصراط و المیزان و الحساب، که از جمله آنچه در بعد از مرگ اتفاق میفته، عذاب قبر است و صراط است و میزان است و حساب و کتاب خدای تبارک و تعالی، و انطاق جوارح، سخن گفتن جوارح، و تطایر کتب، و نامه های اعمال به انسان ها میرسد، و احوال القیامه، و قیامت رو همه رو توضیح دادن برامون، و کیفیت حشر الاجسام، که این اجسام چگونه محشور خواهند شد، و احوال المکلفین فی البعث، و مکلفین در روز قیامت چه احوالی خواهند داشت، و یجب الاقرار بذالک اجمع، واجب است به همه اینها انسان اقرار داشته باشه، و تصدیق به، و همه اینها رو باید چیه؟ تصدیق کنه. و یجب الاقرار بذالک اجمع، و تصدیق
بهی، باید انسان به همه اینا اقرار کنه و اینا رو تصدیق کنه. لأن ذلک کله امر ممکن، چون همه اینها امور ممکنه. لا استحاله فیه، هیچ استحاله در اینها نیست. و قد اخبر الصادق به وقوعی فیکون حقا، و پیغمبر صاحب معجزه صادق خبر داده، پس حتما اینا حق و واقع میشه. قال من ذلک الثواب والعقاب تفاصيلهما المنقوله من جهت الشارع صلوات الله الصادق به. میفرمایند و از جمله آن چیزهایی که باید انسان اعتقاد پیدا کنه، ثواب و عقاب و تفصیل مفصل اونهاست که منقول شده است از جانب شرع، که صلوات خدا باد بر آن که این شرع را اقامه کرده و به ما رسونده. اقول و یرید ان من جمله ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله الثواب و العقاب. شارح میفرمایند که من میگویم از جمله چیزهایی که پیامبر آورده ما باید بهش اعتقاد پیدا کنیم، یکی ثواب و عقابه. و قد اختلف فی انهما معلومان عقلا او سمعا، بعد بحث شده که آیا ثواب و عقاب امر عقلی است یا سمعی است. اما الاشاعره فقالوا سمعا، اشعری های اهل سنت گفتن ما سمعا میگیم ثواب و عقاب هست. و اما المعتزله فقال بعضهم بان الثواب سمعی. معتزله چند قسم شدن، یک گروهشون گفتن که ثواب سمعیه، از لا یناسب الطاعات و لا یکافئ ما صدر عنه من النعم العظیمه، چون که طاعت های ما چیزی نیست که کسی طلبگار ثواب بشه و مکافات و مقابله با نعمت های عظیمی که خدای ما داده نمی کنه. فلا یستحق علیه شیئان، پس کسی از خدا طلبی نداره فی مقابلتها، در مقابل اعمال و طاعاتش. و هو مذهب البلخی، این مذهب بلخی از علمای سنی است. و قالت معتزله البصره انه عقلی. معتزله های بصره گفتن که نخیر، ثواب هم عقلیه، لاقتضاء التکلیف ذالک، چون خدا خودش گفته این کار رو بکنی ثواب رو داره، حالا ولو اینکه ما مستحقش نباشیم، طاعات ما خیلی ارزش نداشته باشه، ولی خدا وعده داده که این ثواب رو بده. ولی قولی تعالی جزاءً بما کانوا یعملون، خدا هم فرموده اینها همش چیه؟ جزا و پاداش در مقابل اعمالی که اونها انجام دادن. بنابراین باید حتما چیه؟ این معاد باشه. و این آیه هم اثبات عقلی بودن معاد رو میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ربنا